لیست کسایی که بعد این سریال رو ببینن. کارمند به هر نوعی، آدم سیگاری، یعنی اگه سیگاری هستید بدون داشتن سیگار نشینید پای این سریال. هر انسانی که تو شرکت تبلیغاتی کار کرده، ادورتیزینگ ایجنسی یا کلا تو کار مارکتینگه. آدمی که به مرد قشنگ و زن قشنگ علاقه داره. آدم اسپریچوال و دیپ و آدمی که دوست داره یکی از بهترین سریالای تمام ادوار رو ببینه. یکم باید بدونی دنیا دست کیه، چه لحاظ بیرونی چه درونی، که این سریال رو 100% کامل بفهمی. پس اگرم نمیفهمی کاملا اوکی، اصلا چیز بدی نیست. سریال مدمن 7 فصل، الان همه 7 فصل اومده. برای کسایی که میخوان ماراتون وار ببینن، بینج واچ کنن، اصلا آروم آروم بساطش رو آماده کنید. سریال توسط متیو ماینر ساخته شده، همون کسی که سوپرانوس رو ساخته. بهش تو هالیوود میگن استاد کاراکتر. جالب، خودش میگه برای مدمن حد اکثر توانش واسه کاراکتر دیولپمنت به کار گرفته. کسایی که سوپرانوس رو دیدن میفهمن چی میگم. این سریال ها یه تایپ خاصی از سریال ها، یارو بتوون کاراکتر سازیه. کاراکترها مثل آدمای واقعی عمق دارن. سریال سنگینه، اینو بعد بگم. کسی که تجربه زندگیش کم باشه، یعنی سن نه، تجربه زندگیش کسی که کم باشه، شاید یه سری بازیایی که سریال باهاتون میکنه اونقدر عمیق نبره. کاراکترهای مدمن هر کدوم از یه کتاب قطورن. جدی میشه یه ویدیو نیم ساعته یه ساعته برای بعدشناسی هر کدوم از کاراکتراش رفت. داستان سریال از اوایل دهه 60 شروع میشه، در مورد یه مردی به نام دان دریپر که کریتیو دایرکتور شرکت تبلیغاتی تو نیویورکه. داستان سریال اونطوری نیست که یه اتفاق خاصی بیفته که من بتونم بهتون بگم. بیشتر شبیه یه میخیه که هر چی بیشتر وارد کاراکترها میشه، اون شیره ای که از کاراکترها میاد بیرون بنزین سریاله. کاراکترهان که جذابن، نه اتفاقی که براشون میفته. سریال یه جوری میبرتتون به دهه 60 میلادی. برای اون کسایی که نمیدونن یه توضیحی در مورد دهه 60 میلادی بدم که یکی از عجیب ترین و جالب ترین دوران تاریخ آدماست. دهه 60 در واقع اولین دوره مدرن شدن واقعی آدما بوده، که آدما دیگه جنگاشون رو کرده بودن، دیگه گفته بودن حالا با این زندگی چیکار کنیم. از رفتن آدما به ما تا محمد علی کلی و مری مورو و کندی و کوبریک، و نه تنها برای اولین بار یه سری دراگا مثل LSD و وید برای اولین بار به صورت مس وارد آمریکا شد، بلکه یه سری فلاسفه مدرن هم مثل آلن واتس و اوشو و یه سری جنبشایی راه انداختن که یه حالت اویکنینگ کلی تو جامعه ایجاد کرد. جنبش سیاها، جنبش LGBT، عده زیادی هیپی شدن، جنگ ویتنام، برای اولین بار قرص ضد حاملگی اومد که موجب سکشوال رولوشنی شد که دنیا به خودش ندیده بود. روابط غیر موناگامی منفجر شد. برای اولین بار تو تاریخ زنها از اون حالت هاوس وایفی در اومدن که اینجا دقیقاً مگان و پگی نمادشن. کندی رو کشتن، مارتین لوتر کینگ هم کشتن، و مرگ مری مورو یه شوک شدیدی به دخترای جوان اون نسل وارد کرد. تمام این ایونت ها، حتی اکران فیلم پلنت آف دی ایپس، یه جوری تو سریال پورتره میشه که انگار واقعاً داری تو اون زمان زندگی میکنی. مثلا اخبار میاد اعلام میکنه مثلا رئیس جمهور آمریکا ترور شده. یهو به نظرم به تصویر کشیدن اون دوران تو هیچ میدیایی به خوبی مدمن انجام نشده. جدای مسائل تاریخی که اتفاق میفته، این سریال درام بی‌نظیر از روابط بیسیک اما با هم. ببینید، خیلی دقت کنید، تو این سریال همه چی نباید گفته بشه. شاتا و اسکریپت متیو واینر یه جوری طراحی شده که خیلی وقتا باید صرفا نگاه کنید تا بفهمید. من خودم سریال رو دو بار دیدم، یه بار موقعی که اومد، یه بارم اخیراً. اینقدر ریواچبیلیتیش بالاست، اینقدر جزئیات زیادی داره. قبل از هر نکته ای رو بگم، کشف شخصیه. تو این سریال هر جایی که هستید، مثلا هر اپیزودی، هر دقیقه ای، کافی صرفا پاز بگیرید و اون فریم یه عکس خیلی زیباییه که میتونه بیاد چاپ شه بره رو دیوار. یعنی دکور صحنه، لباسا، پکیج پروداکشن بهترین چیزیه که تو هر سریالی دیده بودم. یعنی هر بار دان و بتی و راجر لباس عوض میکنن یا توی محیط جدید میرن، از بند کفششون تا کیف تو دست و صندلی تو اون اتاق میبرنت دهش. هست کار لباس و طراحی صحنه این سریال فوق‌العاده است. یه نکته جالب، نسلی که داریم تو این سریال زندگیشون رو میبینیم در واقع جوونیای پدر بزرگ مادر بزرگای ما هن. از این بعد میخوام اسپویل کنم، برو 7 سیزن ببین برگرد. دان دریپر، اولا اینکه این مردی که از جذابترین مردای تاریخ بشریت نقطه. دقت کنید، جان هم جذاب نیست، دان دریپر جذابه. Who is دان دریپر؟ این سوالی که خود دان 7 فصل طول میکشه بهش جواب بده. خیلی سمبولیکه که مردی که به ما معرفی میشه دان دریپر، حتی اسمش واقعی نیست، ماسکه. تو اوپنینگ کردیت سریال خودش اسپویله، یه مرد سیاه‌سفید داره تو دنیای رنگی که خودش ساخته سقوط میکنه. دان در واقع مرد پرفکته، خوشتیپ، موفق، پولداره، یه جوریه که همه دوست دارن اونجوری باشن. اما در واقع خود دان هم در حال استراگل برای رسیدن به این ایمیج پرفکتیه که خودش ساخته. انقدر ایگو بزرگ شده داره لهش میکنه. رابطه دان و پگی یکی از بهترین اسپکت های سریاله.
به نظر من یکی از یونیک ترین ریلیشنشیپ های تاریخ تی وی رو دارن این دوتا. مدلی که پیگی دان رو دوست داره و حدی که دان ناراحت میشه وقتی پیگی از شرکت میره، در واقع یه عشق فوق‌العاده زیاد غیر سکشوالی بینشون هست که تا آخر هم میمونه. در واقع میشه گفت دان خودش رو یه جورایی تو پیگی پیدا میکنه. ازدواج نافرجام راجر با مونشیش و اون اپیزود الستی دیوانه کننده. کلا فرق بزرگ راجر و دان که یکی از خانواده موفقی اومده و خودش نمیتونه موفقیت کسب کنه و یکی خود ساخته است. راجر تو باطلاق موفقیت نسل قبل خودش گیر کرده. مهم نیست چقدر پول در میاره، مهم نیست چی کار میکنه، هر کاری که میکنه تو سایه موفقیت نسل قبلشه. رابطه دان و بتی و غمی که هر دوشون داشتن چقدر آروم آروم هی شکستن. اون خانواده خوشحال، اون رویای آمریکایی که اپیزود اول میبینیم، یعنی یه جوری میشه که خود آدینس منم دوست داشتم اینا خانوادهشون هم بپاشه. آقا بتی زیبا نیست؟ یعنی اون اپیزودایی که میره اسب سواری، بحث زیبایی شد. جون نماد استریوتایپ زنانگی سریاله. داستان جون یه لول شدید سکسیست بودن تو محیط کار، مادرش و اون دنیای اولترا سکسیستی که داره توش زندگی میکنه شروع میشه و به جایی میرسه که مدرنه. کریستینا هندریکس جون تو مدمن زیباترین و سکسیترین کاراکتر زن تو تاریخ تیویه. اگه پسر هستی و دیبیت داری با این قضیه، فاک یو. دقت کردی دو نفری که تو کل 7 سیزن با هم تیک نزدن دان و جون بودن؟ یه جورایی مثل خواهر برادرن با هم، یعنی خیلی زیادی شبیهن. وقتی جون قراره با یکی از بورد ممبرهای جگوار بخوابه، دان مثل برادر غیرتی هر کاری لازمه میکنه. سریال شدیداً برای زنها امپاورینگه. از قسمت اول به پیگی دقت کنید، آخر سریال شد جزو تنها زنایی که تو اون لول هم بیزنس داره کار میکنه. این ترانزیشنی که ما میخوایم، این فمینیسم واقعی، نه سوسایس اسکواد. اگه زن هستید و میخواید وارد گیم بشید، این سریال رو ببینید و به پیگی دقت کنید. نقطه مقابل پیگی بتی بود که در واقع نماد زن خانه‌دار قرن 20، یه زن عروسکی که از شرایطش راضی نیست. همه کارا رو درست انجام میده، خونه و بچه‌ها تو پرفکت ترین شرایط ممکنه، ولی دان آخر شب میره پیش این خانومه. نکات ریلیشنشیپی سریال به حدی زیاده که من نمیتونم تو این ویدیو کانتین کنم، ولی تو بحث روابط سریال بسیار آن پوینت و دقیقه. قسمت آخر سریال دام با سه تا از مهمترین زنهای زندگیش تماس میگیره که نشون میده بالاخره دنبال یه کانکشن آنست و واقعی داره خود واقعیش نشون میده. ایگو دث. مدمن با چشمای بسته دان دریپر در حال مدیتیشن روی تپه تموم میشه. I'd like to buy the world a home and furnish it with love. لحظه بیداری، انلایتن شدن، لحظه آها، خیلی اسم مختلف داره و بعد کاتش توی آگهی معروف کوکاکولا. این پایان به یکی از بهترین پایانهای تاریخ تیوی معروفه و خیلی خوشبینانه تموم میشه. مدمن در آخر در مورد چند تا آدمی که یه چیزی تو خودشون کم دارن، یه سوراخی که میخوام پرش کنن. این سریال اگه فریم بای فریمش رو بفهمید، توی لول خیلی عمیق و دیپ میتونه باهاتون ارتباط برقرار کنه، عمیق‌تر از هر سریال دیگه‌ای. فکر میکنم مدمن ما رو میبره به جایی که میخوایم. فکر میکنم برای بیشتر هم ماها اگر لنز مدمن به زندگیمون نگاه کنیم، اونقدر با دنیای ما فرقی نداره، حتی با ورود تکنولوژی. مدمن رولر کوستر احساسات مردانه و زنانه توی یکی از پاکترین حالتهای خودشه. درباره مدمن خیلی بیشتر میشه بحث کرد، دنیای مدمن توی این ویدیو جا نمیشه. نمره من به سریال مدمن 10 از 10. اگر محتوای کانال خوشت میاد، کانال رو سابسکرایب کن و ویدیو رو لایک کن. اینستاگرام پکیج الحاقی این کاناله و کامرش میکنه. تا بعد، فعلا.